کاهش حدود 40% بارش ها در گلستان مردم استان رو با مشکل مواجه کرده که کمبودها و قطعی آب مهمترین اونه. اینجا اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استانه در یک اقدام خوب تونسته الگویی مناسب در مصرف آب، مخصوصاً بخش آشامیدنی، هم برای ادارات و هم برای شهروندان گلستانی بشه. 400-500 متر شیروانی ما داشتیم که امکان جمع‌آوری این آب‌ها بود. برنامه‌ریزی کردیم که تمام این آب‌ها رو تو این تانکرهایی که مشاهده می‌کنید جمع‌آوری بکنیم و برای استفاده فضای سبز، کارواش ماشین‌هایمون از این آب‌ها استفاده می‌کنیم. یه اقدام دیگه هم که انجام دادیم، آب کولرها رو همه رو داریم جمع‌آوری می‌کنیم در یه تانکر 500 لیتری و به وسیله یک شبکه‌ای هدایت کردیم به فلاش تانک‌ها. این شرکت اداری که از سایت اداری که هست، ادارات دیگه هم این کار رو انجام بدن. برای اجرای کردن این طرح ما دو تا منبع گرفتیم، یه منبع 5000 لیتری برای آب باران، یه منبع 500 لیتری هم برای آب کولر. آب کولر برای سیفون‌ها استفاده میشه، آب باران هم برای کارواش و آبیاری چمن‌ها اینا استفاده میشه، درخت‌ها. در کاهش هدر رفت آب سه عامل مدیریت تولید، توزیع و مصرف بسیار مهم و ضروریه که باید به اون توجه کرد. قبلا چطوری آب میدادی اینا رو؟ اینا با آب شهر آب میدادی اینا، برای ما هزینه بیشتر گران تمام میشه. الان آب باران هست، آب ذخیره اینا هست. 15% توی تو مصرف آب در حقیقت صرفه جویی رو انجام دادیم. کل هزینه که کردیم هم 15 میلیون بوده. با همین 15 میلیون تونستیم این سرسبزی رو تو ادارات که به این قشنگیس رو برمقام بیاریم. 10% بتونیم هدر رفت آب و مصرف آب رو کم کنیم و بهینه استفاده کنیم، قطعی آب نخواهیم داشت. این از همه مهمتره که این روزا دغدغه همه ما شده. علی عزت‌فر، خبرگزاری صدا و سیما، گرگان.